پس از آن که سند بودجه ملی سال مالی 1395 از سوی مجلس سنا مورد تایید قرار گرفت، بنابر نامتوازن بودن و برخورد سلیقه‌ای توسط مجلس نمایندگان رد شد. اینک مسوده این بودجه برای تصمیم نهایی زیر ذره‌بین کمیته مشترک شورای ملی قرار گرفته است. اکثر پروژه ها که تکمیل نمیشه، پروژه امی که پلان انکشافی تطبیق نمیشه، 20% و 10% و 5% تطبیق میشه. علت اساسی امی بودجه است که بودجه به وقت و زمانش تصویب نمیشن. وقتی که تصویب شده بعد از او ناوقت میرسن، وقتی که وا به وزارت مالیه میرسه، به وزارت خانه میرسن، 3 ماه 4 ماه دیگه میگیرن. در همین حال مسئولان وزارت مالیه هرچند تاکید دارند که سند بودجه مالی سال آینده بر اساس امکانات دست داشته حکومت ترتیب شده است، اما می افزند آنان تلاش دارند تا هرچه زودتر با اعضای مجلس نمایندگان در این زمینه به تفاهم برسند. در تفاهم با هم کار کنیم، هرچه زودتر بودجه افغانستان از طرف از اونا تصویب شوه، از طرف رئیس جمهور توشه شوه و منفعت مردم افغانستان است. چون پروژه ها، برنامه هایی که زیر کار است، کار از اونا شروع میشه یا چیزایی که ما برای پیشرفت افغانستان، برای انکشاف افغانستان در نظر گرفتیم، اگر به عوض فردا امروز شوه، به نظر من بهتر و خوبتر میشه. همزمان با این، اعضای مجلس نمایندگان از آغاز تلاش ها برای رفع چالش های موجود در سند بودجه ملی سال 1395 خبر میدهند. حالا هم بودجه در کمیسیون مالی بودجه سر کار میشه، نماینده حکومت و وکلا سرش گپ دارن. روز یک شنبه هفته، روز سه شنبه هفته گذشته هم جلسات داشتن و انشالله که تا نزد روزهای آینده که میه برای تصویب جلسات برای اصلاحات است. گفتنیست مجموع بودجه ملی سال مالی 1395 461.8 میلیارد افغانی است که شامل بودجه عادی، انکشافی، اختیاری و غیر اختیاری می شود.